حکم ازدواج زن به یگان ولی و یا به شاهدان. سوال: اگر از زن طلب کرده شود که تو بگو که فلانی را همچو شوهر در نزد پروردگار به خود قبول کردم به یگان مهر و یا به شاهدان، پس آیا آن مرد در این حالت شوهری می کردد؟ جواب: این ازدواج نیست، بلکه آن کجروی است. این نمود آیله دار شدن دروغ و فریب است. چند از زنهای غافل با این نمود فریب ها به دست گرگان مکار افتادند، حتی اینکه پاکدامنیش را گم کرده پس ترک آن زن کرده است و حتی آیله‌دار بودنش را آن مرد فراموش کرده است، زیرا آن مرد به آن زن نه نفقه داده است و نه حقوق آن را ادا نموده است و نه طلاقش را داده است. و خانه‌دار شوی صحیح درست آن است که باید در آن ولی و دو شاهد عدل مسلمان موجود باشد و هر نکاحی که به ولی انجام می‌یابد پس آن نکاح باطل است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند نکاح نیست مگر با ولی و دو شاهد عدل، حدیث با روایت امام بیهقی. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر زنی که بدون اجازت ولیش ازدواج کند نکاح و ازدواجش باطل است، نکاح و ازدواجش باطل است، نکاح و ازدواجش باطل است، حدیث با روایت امام احمد و ابو داود.